أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعنانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر محتاج و نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن تذکر می دهم و سفارش می کنم. امیر بیان، قرآن ناطق، محور حق، امام سفید رویان، لنگر زمین و آسمان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن در کار دنیا و آخرتتان در نهان و آشکار از خدا پروا کنید و خدا رو در نظر بگیرید و از خدا بترسید، چرا که هر کس از خدا پروا کند بدیهایش را از او بزداید. ما در سراسر زندگی گرفتاری داریم، خطا داریم، اون چی که میتواند این خطاها را جبران کند و این سیئات را تبدیل به حسنات کند تقواست و پاداشش را بزرگ گرداند و یعظم له اجرا. هر کس از خدا پروا کند به رستگاری بزرگ برسد. و من یتق الله فقد فاز فوزا عظیما. امید است که همه من به این سفارش خداوند پیامبر و ائمه معصومین توجه کنیم و در لحظه لحظه زندگی به اونها توجه و دقت داشته باشیم. در خطبه اول انشالله نکات را عرض خواهیم کرد، نکاتی که به برداشتم و به باورم هم مفید است و هم مورد احتیاج و نیاز. با توجه به مشکلاتی که در جامعه‌مان وجود دارد، به عوامل خشونت و به راه‌های مبارزه با خشونت اشاره خواهیم کرد. خطبه دوم مسائل مبتلا به یا به تعبیر دیگر مسائل روزمان، مشکلاتی که جهان اسلام، مشکلاتی که ملتمان، مردممان با اونها
دست و پنجه نرم میکنن و به اونها مبتلا هستن، از موضوعات است که باید بر حسب وظیفه در نماز جمعه و در این محفل بزرگ و هم عزت آفرین و هم مسئولیت آور باید با هم دیگه بحث کنیم و بشنویم و راه‌های مبارزه با مشکلات را یاد بگیریم و انشاءالله گام‌های بلند و استوار را در جهت سعادت و خوشبختی خودمان و جامعه‌مان برداریم. قبل از اونی که من بحث خشونت را با عواملش مطرح بکنم، یکی دو تا نکته را عرض میکنم. در هفته گذشته عرض کردم آیات فراوانی در قرآن بحث زندگی را مطرح کرده. در بعضی از تعبیرها داریم که اگر مرد مؤمن یا زن مؤمن کار شایسته انجام بدهد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به اونها زندگی گوارا، پاک، زندگی که عمک است حسرت اون زندگی و اون گونه تشکیلات و خانواده را بخورن در نظر میگیریم. مهم این است که ما خوب زندگی کنیم، آراسته زندگی کنیم، شایسته زندگی بکنیم، واقعا حسنات ما، آرامش ما، عبادت ما، خیر ما، برکت ما محسوس باشه. یکی از عوامل آرامش در زندگی این است که در محیط زندگی ما تنش نباشه، در واقع دشمنی نباشه، بدبینی نباشه. خب اینا عوامل است که محیط زندگی را از مسیر اصلیش دور میکنه. وقت صحبت زیاد ایجاب نمیکنه نماز جمعه. زن و همسر، مردم هم اینطوریست، مخصوصا خانم به اندازه‌ای در آرامش زندگی مؤثر است که خداوند میفرماید ما از جنس شما برای شما همسر در نظر گرفتیم و این را میفرماید عامل آرامش زندگی شماست. به اندازه مسئله خلاصه آرامش و محبت به همسر در اسلام مهم است که پیامبر بزرگوار فرمودند، وقتی این حدیث همطوری به خاطر مباحث روز جمعه دنبال میکردم، تحقیق یا به تعبیر دیگر مطالعه میکردم، واقعا از خواندنش یک تکانی، یک خلاصه حالت پیدا کردم. پیغمبر فرمود من ضرب امرأتا بغیر حق، کسی که زن را از روی ستم بزند، من ضرب امرأتا بغیر حق فانا خصمه یوم القیامه. پیغمبر فرمود روز قیامت من پیغمبر دشمن این آدم هستم، فانا خصمه یوم القیامه. بعد فرمودن که لا تضربوا نساءکم، زنانتان را نزنید، فمن ضربهم بغیر حق، کسی که زن را به ناحق میزند، فرمود که فقد عصى الله و رسوله، این انسان هم پیامبر خدا را نافرمانی کرده و هم خود خدا را نافرمانی کرده. به اندازه ای مسئله خلاصه خشونت، ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق خانواده که در رأس همه همسر است، مهم است که اگر کسی به ناحق همسر را اذیت بکند، پیغمبر فرمود که من خصم او هستم. خواستم یک روایتی عرض کرده باشم، معادل جانب مخالف
به اصطلاح دیگرش هم عرض کنم، پیغمبر فرمود که کل لهو المؤمن باطل، فرمود که هر کار سرگرمی مؤمن ناسواب است. مؤمن اهل سرگرمی نیست، اهل خلاصه بی برنامگی نیست، مؤمن همیشه مشغول، منظم، زنین، حساسه. اما خب فرمود سه چیز اگر از مؤمن سر بزنه در این حال که سرگرمی هست ثوابه. یک، کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث. یک، فی تأدیبه الفرس، پرورش اسب. حالا اگر کسی ذوق داره یا شرایطش داره، خلاصه اسب پرورش میده، سوار میشه، استفاده میکنه، این کار در این حالی که سرگرمی است، پیغمبر فرمود ثوابه. دو، تیراندازی و رمیهی ان قوسه، مهارت تیراندازی را یاد میگیره، خب یک جا به درد میخوره، خلاصه یک تخصص است، یک هنر است. سومین چیزی را که پیغمبر فرمود در این حالی که سرگرمی است و ثوابم هست، و ملاعبتهی امرأته، شوخی کردن، خلاصه صحبت کردن، همراه بودن با همسر، در این حال که خب ممکنه حرفای مطرح بشه، حرکاتی باشه، صحبتهایی، پیغمبر فرمود این ثوابه. ما عرض کردیم بارها اینجا با هم دیگه صحبت کردیم، در نماز جمعه مستحب است امام جمعه وقتی امام جمعه میخوانه بقیه هم شریک میشن، سوره جمعه را بخوانه و سوره منافقونه. خب برای چی؟ برای که مؤمن و منافق از همدیگه تشخیص داده بشه. در روایات برای منافق چند تا علامت داریم، برای مؤمن هم علامت داریم. اجازه بدین اینه بگم، انشالله نماز جمعه است یاد همه میمونه. فرمود یکی از علامتهای مؤمن اینه که مؤمن خوردنشه، پوشیدنشه، خلاصه زندگیشه بر حسب خواسته خانوادهش تنظیم میکنه. حالا اونا چطوری غذا دوست دارن، چطوری مجلس دوست دارن، مؤمن دنبال اینه که اول نظر اونا رو در نظر بگیره، خودشه با اونا تطبیق بده. برعکس منافق خودش بر خانوادهش تحمیل میکنه، میگه هرچی من خواستم، هرچی من میل داشتم، هر جور غذای من مثلا علاقه داشتم، هر رنگی، هر دیزاینی را که من علاقه داشتم شما باید او را رعایت بکنین. یکی از علامتهای ایمان و نفاق همینه. حالا عرض میکنم چرا اینقدر مسئله خلاصه خشونت در قرآن در روایات جدی است، مسئله مدارا، مسئله اخلاق، مسئله محبت در زندگی این همه بد معرفی شده و آثار سو داره، اینا رو الان انشالله با هم دیگه دنبال میکنیم. متاسفانه خب ما از ابعاد مختلف باید دقت کنیم که کمتر دقت شده. کشور ما افغانستان یک بخشی از مسائل فرهنگیش نیاز به اصلاحات جدی داره و اساسش هم باید از قرآن بگیریم. قرآن کتاب فقط عقیده و احترام نیست، کتاب زندگی است، کتابی است که نسخه داره برای همه چیز. خب در کشور ما مسائل خشونت نمیتونیم این کار بکنیم، خیلی خشونت بالاست، آمار خشونت بالاست، اقسام خشونت ها اینجا به چشم میخوره، دیده میشه، خیلی از فرهنگایی که داریم اینا رو باید اصلاح بکنیم. یکی از مشکلات این سرزمین و این مملکت این است که مدیریت قبیلوی داره. در گذشته بیشتر بود، حالا به دلائل یک مقدار کم شده، منتها هنوز هم قابل مقایسه با خیلی از محیط های اجتماعی نیست. منش قبیلوی در اینجا خیلی بالاست. دلیل
جنگ‌های طولانی، رقابت‌های طولانی همین مدیریت قبیلوی است. وقتی در یک محیط، در یک نقطه، در یک قریه ولسوالی بزرگ قبیله تصمیم میگیره، خب یک وقت بزرگ واقعا آگاه است. در روایات داریم اگر جامعه عرف دانشمندانشان قبول کرد، علامت خیر اون جامعه است. یه وقت آدم میره مثلا عرف متخصص قبول میکنه، خب ما میریم دکتر برای چی؟ برای که او میفهمه مشکل ما چیست. یک وقت ما پیش یک دانشمند، یک بزرگ، یک شخصیتی که مسائل اجتماعی را تحلیل میتوانه، واقعا دردهای اجتماع را میفهمه، درمانش را میفهمه، از او استفاده میکنیم، این خوبه. یه وقت نه، چون این آدم بزرگ قبیله ای ما هست ولو نمیفهمه باید حرفش گوش بدیم، این مشکل آفرین میشه. وقتی با مدیریت قبیلوی خانواده ها مدیریت شدن، افراد مدیریت شدن، این برنامه، این تربیت، این روش همینطوری جریان پیدا میکنه، سریان پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، تبدیل میشه به خشونت و بیرحمی. چرا؟ چون بچه ها، اعضا، اطفال، جوان ها میبینن که رئیس قبیله، بزرگ قبیله اینطوری تصمیم میگیره. بعض وقتا اصلا یاد خود آدم میاد، یک تقسیم ارثیست مثلا، خب یه وقت بزرگ قبیله ناعادلانه تقسیم میکنه، این میمانه در روحیه ای طرف. در یک دعوای مشاجره، در یک مثلا نزاع خانوادگی یا محلی، میبینیم بزرگ قبیله تصمیم میگیره، منتها تصمیم سالم و قرآنی و اخلاقی نیست. این باعث میشود که آثارش در جامعه بمانه. به همین دلیل است که در جامعه ما حرکت‌های متمدنانه و حرکت‌های ارزشمند و خردمندانه کمتر استقبال میشه، بیشتر حرکت‌های به اصطلاح با مدیریت افراد و بزرگان قبایل دنبال میشه. در سطح خانواده و در سطح جامعه اثرگذار است. حالا اینه که عرض میکنم، نه به خاطر اینکه اون جانب مثبتش قبول نداریم، شما میدونید ما در سخنرانی ها گفتیم، الان هم عرض میکنیم، خدا در قرآن بحث احترام به پدر مادره بعد از بحث توحید مطرح کرده. اول میفرماید خدا دستور داده، قضاوت کرده، خدا را بپرستین و قضا ربک که الا تعبدوا الا ایاه. بعد از خدا پرستی چی؟ و بالوالدین احسان، و پدر مادر احسان بکنین. اما احسان و پدر مادر غیر از این است که پدر سالاری را ما در جامعه حاکم بکنیم. ما در روایات داریم دستور دین همینه، میگه اگر پدرت خدا را معصیت کرد دیگه حرفش گوش ندی. جامعه ما یکی از مشکلاتشان این است که به شکل طبیعی پدر خانواده به عنوان رئیس و سالار خانواده هر حرکتی را که دلش میخواهد گاهی میخواد به فرزندانش، به خانوادهش تحمیل بکنه، و این درست نیست. ما در خانواده باید رفیق هم باشیم، باید به اعضای خانواده حق بدیم، در قالب یک جلسه مشورتی کارامون را دنبال بکنیم. مهمانی، عروسی دختر، عروسی پسر، ازدواج، مسافرت، از این جا به جای دیگه نقل مکان بکنیم، خلاصه خشاوندی بکنیم، یک حرکت را در جامعه میخوایم انجام بدیم، موضع‌گیری اجتماعی، از کی حمایت بکنیم، از کی قطع رابطه بکنیم، اینا را باید بشینیم پدر، مادر، اولادها همه با هم دیگه تصمیم بگیرن، و بر اساس خشونت نمیشه. سالاری جواب نمیگه، حقها تلف میشه، جرأت
و جسارت از فرزندان و اعضای خانواده گرفته میشه. پس خشونت باعث میشود که محیط جامعه یک محیط حق‌کشی و یک محیط ربودن و در واقع پیشی گرفتن با وجود بیاید. به همین دلیل است که ما باید متوجه باشیم این ویروس ها و این ضعف ها را در جامعه و در خانواده من جلبش بگیریم. گاهی هم سنت های باطل به دلیل همین خشونت و به دلیل همین مدیریت ناسالم در جامعه به وجود می آید. در افغانستان شاید یکی از جاهایی که قضیه خیلی خدمت شما میشه رواج داره و الحمدلله داره کم میشه، البته هر چی ما بیشتر و جدیتر برخورد بکنیم جلوی قضایا رو میگیریم. یکیش اینه که گاهی یک نزاعی، یک اختلافی بین خلاصه دو خانواده یا دو قبیله صورت میگیره، حالا کسی کشته میشه، بهش ظلم میشه، حقش رو بوده میشه، یک مصیبت بلای سر یکی از دو طرف دعوا و مشاجره اتفاق میفته. بعد برای که اینو ترمیم بکنم، ما هم دیدیم و هم مکرر شنیدیم، میاین یک دختری از او خانواده‌ای که خلاصه به دیگری ظلم کرده، حالا دختر خودش، برادرزادهش، خواهرزادهش، اینو میدن به او طرفی که به او ظلم شده، حق او تلف شده، بعد میگن آقا این رابطه اصلا نمیشه. این تبدیل به یک رابطه حسنه نمیشه. این بنده خدا بدون این که هیچ گناهی مرتکب شده باشه اسیر یک خانواده شده. و نوعا این معامله و این برنامه عوضی که روابط حسنه بکنه تبدیل میشه به یک وسیله انتقام گیری. و او انتقام ها را از اون بیچارهی که هیچ نقشی در این حادثه نداشته از اون میگیرم. گاهی باور بکنیم مراجعه میکنن مردم به ما، گزارش میدن ظلم های عجیبی در حق اینا میشه، تا جایی که خلاصه بدنشان قطعه میشه، مسلم میشه، دیگه حق رفت آمد نداره، دیگه رابطه ها قطع میشه، هر نوع ستمی رو میخواهم خلاصه بخواهم میتوانم در حق این آدم انجام بدن. این نتیجه همین خشونته. وقتی ما میگیم خشونت، تنها زدن که نیست، من اون روایت را که اول خواندم برای که ذهن شما حساس بشه، این خودش خشونته. شما الان مراجعه کنین در محاکم، حالا به دلایل خلاصه یک مقدار کمتر مراجعه میشه، اگر یک کمی فضا بازتر باشه زیاده. خب یکی از خشونت هایی که در جامعه ما وجود داره، گاهی یک طفلی را هنوز معلوم نیست که آیندهش چی میشه، میان دست میگذارن میگن آقا این طفل، حالا پسر یا دختر، معمولا دخترها را، این را ما نامزد کردیم، شیرینی خوری کردیم، به اصطلاح نشانی کردیم برای فرزندی که اونم کوچیکه. این بنده خدا هنوز هیچ شناختی از زندگی نداره، یک حرکت ظالمانه و مدیریت ناسالم آینده و زندگی ایره به یغما میبره. بعد وقتی بزرگ میشه میبینه نه، اختیار نداره. از اون طرف ما مکرر گفتیم و الان هم میگیم دختر وقتی میخواد ازدواج بکنه رضایت پدر شرطه. یه رضایت به این معناست که بشینن با هم دیگه مشورت بکنن، اگر خواستگار آمد مطرح بکنن تو یک همچی خواستگاری داری، این ویژگی ها را داره، این مثبتات داره، این مشکلات داره، میپسندی نمیپسندی. متاسفانه اینا کم در جامعه در نظر گرفته میشود. یکی از ظلم هایی که میشود همین بحث که اصطلاح خودمان حالا میگن استخوان بدل. یک وقت است که واقعا یک برادری با یک خواهر ازدواج میکنه و برعکس برادر اون خانومم با خواهر این آقا با عشق و علاقه ازدواج میکنه، اشکالی نداره با رضایت. اما یک وقت نه،
فقط به خاطر که مشکلی حل بشه باید او با یه ازدواج بکنه. خب این خیلی ظلمه. گاهی یک حرکت اینجا در این خانه صورت میگیره، میبینی مخالف این حرکت، شبیه این حرکت برای انتقام از او داره صورت میگیره. این ظلمه، این خشونته. خشونت تنها به فشارهای جسمی که نیست، و متاسفانه در شرایطی که الان داریم زندگی میکنیم، اینه که جدیدن عرض میکنم خیلی زیاده. یکی از چیزهایی که زیاد رایج است در جامعه ما زدن است، زدن فیزیکی. گاهی در خانه بچه ها رو میزنن، در مکتب میزنن، در محیط کار میزنن، مخصوصا گاهی والدین میزنن. الان شما ببینید، مطالعه کنید، در دنیا تنبیه بدنی در مراکز آموزشی خیلی سال هاست ممنوع است، مخصوصا در بعض سنین این زدن ها باعث خیلی از مشکلات در آینده میشه. خشونت و تهدید روحیه کودکان را به شدت خراب میکنه. اینا در آینده هم سازگار نخواهند بود و در بعض موارد انتقام این زدنها را میگیرن، یا از خود افراد یا به جای دیگه ای عقده را خالی میکنن. اینا نمونه های از خشونت است که متاسفانه در همه جا، مخصوصا در افغانستان، زیادتر دیده میشه. حالا مسئله جنگ ها که الحمدلله خدا را سپاسگزار هستیم که با آمدن امنیت، حالا البته مقداری کاهش پیدا کرده، و الا خانواده و اطفالی که صبح وقتی از خواب بیدار میشم، خلاصه با امواج و آماج جنگ و برخورد نظامی و رعب و وحشت بیدار میشن، تا شبم با همون روحیه زندگی میکنن، طبیعیه که آثار خشونت در زندگیشان محسوس. حالا امیدوارم که دیگه زمینه جنگ در کشور ما فراهم نشود، و ما مکرر عرض کردیم، الان هم میگیم که طرفدار هیچ گونه جنگ و هیچ گونه برخورد نظامی نیستیم. اگر کسی حرکتی برای آبادی و اصلاح و پیشرفت مملکت داره، باید با استفاده از روش های خلاصه اصلاحی، اجتماعی، منطق و خرد و گفتگو و خلاصه روشنگری استفاده بکنه. مقاومت هایی که تبدیل به جنگ و خونریزی بشه، اونا آثار نداره، برکت نداره. حالا این خشونت ها را اگر همطوری ادامه بدیم چی میشه؟ اثرش چیست؟ اینه دقت کنین، خیلی مهمه. چطوری میشه که یک نفر دو نفر آدم میبینه میای مسجد، خودش منفجر میکنه؟ خب شما دو سه هفته قبل میدونین در پل خمری بغلان افرادی آمدن داخل مسجد، خودشون منفجر کردن. جایی که اون عامل انتحاری خودش منفجر کرده بود، من رفتم دیدم. این همه انفجارا و اینا رو کی میکنن؟ افرادی که در خردسالی، در خلاصه محیطای خانوادگی تحقیر میشن، شخصیتشان خرد میشه، به اینا ظلم میشه، دیگه برای خودشان ارزش قائل نیستن، روحشان، روانشان، فکرشان آسیب دیده. همینا کسایی هستن که دشمنان امنیت ما، دشمنان پیشرفت ما، دشمنان خلاصه عزت و سربلندی ما، اینا رو پیدا میکنن. آدم عادی که زیر باران نمیره، آدم عاقل، آدمی که شخصیت داره، شما یک آدمی با شخصیت پیدا میکنین جاسوسی بکنه؟ شما یک آدمی با شخصیت پیدا میکنین بین اهل معصیت رابطه بشه؟ اینا نکته هایی است که خشونت در خانواده اینا رو به دنبال داره، تبدیل میشه به حقارت ها، تبدیل میشه به عقده ها، تبدیل میشه به همین عناصری که یک
مسجد و یک جامعه و یک مرکز گرفتار آسیب و مصیبت میکنه. یکی از آثارش گوشگیریه، اعتیاده. افرادی که در محیط خشن تربیت میشن، بزرگ میشن، اینا زمینه گوشگیری و زمینه اعتیاد و مبتلا شدن فراوان دارن. یکی از آثارش نفسشان خیلی ذلیله، قربانی خشونت میشون، خودشان نمیتوانن تصمیم بگیرن، دیگرها اینها را به راحتی میتوانن بفریبن، مسیر زندگیشان را عوض بکنن. انسانهایی که خوب تربیت شدن در محیطهای بزرگ و با احترام و با ادب و وقار تربیت شدن، اینها به سادگی فریب نمیخورن. لذا دستور دین مقدس اسلام این است که شما با خانوادتان خیلی با محبت برخورد بکنین. من پایان خطبه اولم با همین جمله از پیامبر بزرگوار اسلام خلاصه تکمیل کنم. فرمود: خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اهلیهم. بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند. خیلی مهربان، هر مقدار محیط خانواده مهربان باشه، به همون اندازه تربیت بچه ها آسان میشه، رابطه ها گرم میشه. گاهی بچه همچی که احساس خلاصه استغنا کرد، احساس آزادی کرد، احساس کرد که میتونه خرجش در بیاره، خودش رو روی پای خودش بیسته، دیگه رابطه ها قطع میشه. این به خاطر اون خلاصه خشونت هاییست که قبلا علیه او صورت گرفته. فرمود: بر آنان ترحم و نوازش کنن و به آنان آزار نرسانن. مخصوصا متوجه باشیم جلب فرزندانمان به هیچ وجه، اگر هم حرفی داریم، صحبت داریم، خلاصه نکته‌ای داریم که به خانوادمان بگیم، سعی کنیم این را در یک محیط خلوت مطرح بکنیم. پیغمبر فرمود: هر کس به صورت زنش سیلی بزند، من فأی رجل لتم امرأته لتمه الله لتمه امرأته امر الله عز وجل مالک خازن النیران فیلتمه على هر وجه سبعین لطمتن فی نار جهنم. خب خیلی دنبال بهشتن، میخوان جهنمی نشون. این روایت خیلی مهمه. فرمود کسی که زنش سیلی بزنه، خداوند به آتش بان جهنم، خازن همون کسی که مسئولیت جهنم داره، و او دستور میده که 70 سیلی به صورت این انسان در کنار آتش جهنم بزنه. خشونت خانوادگی متاسفانه در جامعه ما جدن زیاد است. امیدوارم که با تربیت قرآن، با راهکارهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، تربیت شدگان مکتب پیامبر با این پدیده واقعا ویرانگر مبارزه کنیم و اینها را کم کم انشالله از محیط بزرگ جامعهمان بیرون کنیم. خدایا ما را با معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله.
و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة و على الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نکته اول را که عرض میکنم که دو مسئله لازم است امروز به عنوان مسائل مهم و در رأس برنامه های اجتماعی به اونا بپردازیم. یکی از این مسائل همین مسئله است که همه در جریان هستیم. خب جامعه ما به دلایلی که عرض کردم مهاجر شدن. شاید ما جزء کشورهایی باشیم که آمار مهاجرینمان بالاست، یعنی جمعیت زیادی از کشور ما مهاجر شدن. مهاجرت آثار داره، پیامدها داره، پیامدهای مثبت هم داره، پیامدهای منفی هم داره. متاسفانه برخورد کشور همسایه یعنی پاکستان با مهاجرین به ظاهر برخورد است که نه با اصول و مقررات اسلام سازش داره و نه هم با مقررات جهان و بین الملل. خب ضرب الاجل که پاکستان برای اخراج اونهایی که فاقد مدرکن و فاقد به اصطلاح اسنادن 1,700,000 مهاجر روز چهارشنبه یعنی دهی همی برجی که درش قرار داریم دهی عقرب به پایان رسید، شما از رسانه ها میبینین که چقدر مردم بی برنامه به سمت مرزها در حال حرکت هستن. حالا آینده برنامه ها چطوری تطبیق میشه من عرض میکنم. کشور ما در طول این جنگ های تقریبا بیش از 14 چند تا مشکل جدی پیش آمد. یکی مسئله مهاجرته که خب این در بیرون بیشتر دیده میشه اما داخل کشورم از اینا زیاده. یکی از مشکلات این جنگ طولانی معلولیته. ما در کشورمان خیلی معلول داریم. من در هر روز به اشکال با اینا ارتباط دارم، صحبت میشم، خلاصه تماس میگیرم، بعضی وقتا از نزدیک با اینا حرف میزنم. علی‌کلال این یک بلای ناخواسته ای بود که سراغ افراد آمد. اگر واقعا از اینا حمایت نشود، از اینها با برنامه ریزی عهده‌داری نشود، به اینها توجه نشود، ما خیلی آسیب میبینیم. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن اگر کسی معلولی را، نابینایی را، حالا معلولیت اقسام داره، من یکیش اینجا مطرح میکنم، 40 گام کمک کنم. مثلا یک نابینایی را دستش بگیریم 40 قدم همراهی بکنیم، خب از سرک رد میشه، از یک جای خطرناک رد میشه. پیغمبر فرمود که آنچه که خورشید بر او میتابد اگر طلا باشد، این تعبیر من نیست، تعبیر پیغمبره، لا یفی به قدر عبرت من جمیع طلاء الارض ذهبا، اگر همه اونچه که زمین بر او میتابد اینها طلا باشه به اندازه سر سوزن اجر این کسی را که دست یک نابینایی را گرفته 40 قدمی را کمک کرده نمیتوانه جبران بکنه، چقدر ثوابه این. امروز یکی از قشرهایی که در جامعه ما خیلی بهش بی‌اعتنایی میشه، بی‌توجهی میشه، همین قشر معلوله. من هم اینجا عرض میکنم معلولین به هر دلیلی که معلول شدن در کشور ما،
جنگ بوده. اینا باید بدون تبعیض، بدون در نظر گرفتن هیچ شاخصه ای، اینا همشان به گردن جامعه اسلامی، به گردن حکومت، به گردن کسانی که تمکن دارن، خلاصه نهادهایی که خدمات اجتماعی میدهن، به گردن همه حق دارن و الا عوارض بسیار کلانی را به دنبال دارن. پس مسئله معلولین مسئله بسیار مهمه، هم باید خودمان برای اینا زمینه خدمت فراهم بکنیم و هم از جای دیگر وقتی میخواد به اینا خدمت بشه، کمک بشه. خب در دنیا هستن مؤسسات، نهادهایی که یک برنامه‌ای دارن، نهادهای جهانی، باید زمینه خدمت اونها را فراهم بکنیم، واقعا با سهولت، با فراهم کردن شرایط، با برداشتن موانع، با کوتاه کردن مثلا مسیرهای طولانی، اینا را همه را کنار هم بگذاریم تا این فرد معلول اون معلولیتش بس است. اما از ناحیه بیتوجهی ما دیگه آسیب جدیدی نبینه. حالا معلول جسمی داریم، معلول روحی داریم، معلول خلاصه از ناحیه چشم داریم، اعضا و جواره هر یکی از اینا. مسئله دومی را که من عرض میکنم مسئله خلاصه مهاجرینه، مسئله که واقعا سخت بود. سالهاست جامعه ما به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه زندگی کردن، اشکال نداره با یک برنامه محترمانه، با یک خلاصه مدیریت خوب، با مهربانی، با هدفمندی این جریان خاتمه پیدا میکرد. الان وضعیتی که پیش آمده واقعا مشکله. 1,700,000، چون اونایی که آمدن حالا شاید بالای 1,00,000 خانواده، 1,00,000 نفر به مرزا آمدن، اما خب طبیعیه از اون لحظه ای که ضرب الاجل تمام شده دیگه دارن داخل خانه ها میرن، افراد دستگیر میکنن و مشکل این است که کرایه های حمل و نقل به شدت بالا رفته، بعد فشار بیش از حد است. از اون طرف این خلاف نرم و خلاف اخلاق و خلاف دستورات دینه. از طرف دیگه جامعه بین الملل اعتراض کردن، انتقاد کردن که آقا از شدت عمل عقب نشینی بکنین. متاسفانه کسی عقب نشینی نکرد. این معلوم میشه که کشورهای اسلامی در مسائل مدیریتی، در مسائل اخلاقی به سمت زوال، به سمت سراشیبی در حال حرکت هم و الا نباید این گونه برخورده میشد. حالا اگر هدف چیزی دیگری است ما نمیفهمیم او باشه، اما ظاهر قضیه واقعا مردم مشکل دارن. حتی افرادی شکایت کردن که ما اصلا متولد اینجا هستیم، حالا به یک دلیلی خودمان مثلا مشکلات داشتیم، اون مدرک نگرفتیم، ما فرزندانمان دارای مدرک است، حتی به اینا هم رحم نشود. مشکلی که الان قابل حل است و خبر را که ما شنیدیم، خب امارت اسلامی از مهاجرینی که با این وضعیت دارن میآیند وعده هایی دادن، خلاصه که ما استقبال میکنیم و این مهمه، یک تثبیت تشخیص شخصیت اینا، واقعا اینا رو شناسایی بکنن کیا دارن میاین و مهم هم هست. اگر به بهانه مهاجر، به بهانه اخراج افراد بدون شناسایی دقیق وارد کشور ما بشوند، فردا آسیب خیلی بالاتر خواهد داشت. یقینا باید در آغاز برنامه این قضیه مدیریت بشه. مسائل امنیتی ما امروز الحمدلله به شکل نسبی خوب است. اگر در همین بحران ها دقت نشود،
آینده نگری نشود، یقینا کشور باز هم به یک مشکل جدی برمیخوره. اینه که واقعا دقیق ثبت بشن، شناسایی بشن. حالا اگر واقعا از افغانستان هستن، به هر شکلی که قابل شناسایی هستن اینا شناسایی بشه، مشکلی نیست. انتقال پناهجویان، خلاصه ارائه خدمات، خدمات اولیه مثل مسائل بهداشتی، مثل مسائل سرپناه موقت، امثال هم، اینها برنامه های خوبی است. واقعا اگر در این مرحله، حالا توزیع زمین، امکانات سرمایه گذاری، اینا چیزای خوبی است که مطرح میشه. اگر واقعا در این شرایط دولت و امارت اسلامی این مسئولیت را بتواند خوب مدیریت بکند، شاید یکی از حرکت‌های بزرگ و بی سابقه در طول حکومت‌های افغانستان باشه. ما امیدواریم که این فشار، این خلاصه تصمیم عجولانه‌ای که گرفتن، از این طرف با محبت و با دلسوزی و با آینده نگری و با دقت مسئولین جبران شود و عشق و علاقه و محبت این عزیزان را که در این شرایط به کشور برمیگردن، این علاقه و عشق انشاءالله نهادینه بکنه و از طرف دیگر باور به توانمندی و مدیریت مسئولین انشاءالله ثابت بکنه و برجسته بکنه. و اگر در این برخورد انشاءالله اون سعی صدر و خلاصه کلان نگری و محبت به شکل بزرگ و کشوری مورد توجه قرار بگیره، یقینا حرکت بزرگ و در این حال سرنوشت‌سازی را رقم خواهند زد. آخرین مسئله که عرض میکنم، مسئله فلسطین، غزه و حملات هوایی و زمینی بیرحمانه صهیونیست اسرائیل و این مردم مظلومه. حالا بگذاریم از یاد اونی که واقعا حرف اساسی و بنیادی است و وظیفه همه کشورهای اسلامی است. ما شاهد این هستیم که در مقابل این حرکت بسیار ظالمانه و قیانه ای که داره صورت میگیره، خب حالا یک گروه چند نفری خلاصه وارد مرز اسرائیل شده، اونم به دلیل دشمنی هایی که بوده، افکشی هایی که بوده، خلاصه فشار هایی که بوده، حالا اینها دارن بیرحمانه با حمایت همه قدرت های پشت سرشان. خب شما میدونین تنها خود اسرائیلی ها که نیست، با پولای زیادی که به ایشان داده میشه، با امکانات، با تسلیحات، با خلاصه حمایت هایی که در صحنه‌های بزرگ جهانی از اینا داره صورت میگیره، اینا داره یک کار انجام میده. اما ما شاهد اینیم که کشورهای اسلامی واقعا خلاصه نمیتوانن جلو ماجرا را بگیرن. مشکل اساسی این است که چرا این کار نمیتوانن کشورهای اسلامی. اساس کار این است که حاکمیت‌هایی که در کشورهای اسلامی هستن با هم فکر نیستن. یعنی اون نسخه ای را که قرآن پیچیده، ما در سطح کلان در کشورهای اسلامی با او عمل نکردیم. قرآن می فرماید که خیانت رهبران جامعه بدترین خیانت است، قابل جبران نیست. حالا یک فرد خیانت بکنه، یک خلاصه روی خیانت بکنه، او بده، اما اگر رهبران شروع کردن به خیانت کردن، او قابل جبران نیست. حتی خداوند به پیامبرا دستور داد که اگر پیامبری به جامعه خیانت بکنه، و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یات بما غل یوم القیامه. اگرچه پیغمبر معصوم به عقیده ما خیانت نمیکنه، اما به خاطر اهمیت خدا میفرماید اگر پیغمبری هم خیانت بکنه، ما روز قیامت خیانت را که کرده ازش بازخواست میکنیم. اگر
جوامع اسلامی در انتخاب مسئولین، در تبعیت از رهبران این دقت داشته باشن، این وضعیت مهار میشه. این وضعیت که الان میبینیم قابل کنترل نیست، به خاطر این است که کشورهای اسلامی، رهبران همه کشورهای اسلامی این ایده را ندارن. خب شما دیدین دیگه کار به جایی رسید که اینها متوقع شدن روابطشان با کشورهای اسلامی اصلا نکنن و خیلی ها برای این رابطه برنامه ریزی کردن. اونه که ما معتقدیم و قرآن هم او را میگه، اگر ما این ویروس ها را و این مشکلات را درمان بکنیم، نباید نگران باشیم از پیروزی و از غلبه کافران، اما یقین داریم اگر به این دستورات قرآن عمل نکنیم و کافران بتوانند کشورهای اسلامی را با ایجاد تفرقه، با ایجاد فتنه از هم دور بکنن، شاید وضعیتی که هستیم خواهیم بود و شاید اوضاعی بدتر و دشوارتر از اینم به سراغ کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی بیاید. امیدوارم که از این تجربه ها همه ما ها استفاده بکنیم و با یک باور مشترک و با یک هدف مقدس برای خلاصی این مردم و در واقع آزادی کامل و واقعی همه جامعه اسلام برنامه ریزی بکنیم و انشالله که با هدایت قرآن، با وعده‌ای که خداوند در آیات قرآن داده که مستضعفان حاکم بر زمین میشوند، ما با باور به اون اعتقاد این مسیر را بتوانیم پیدا بکنیم و انشالله زودتر و سریعتر به اون مرحله و به اون مقصد برسیم. خدایا فرج آخرین ذخیره ات را برسان. خدایا مردم مظلوم فلسطین، مخصوصا مردم گرفتار غزه را از این بلا و از این بیرحمی نجات سریع و کامل عنایت بفرما. خدایا ظالمین، متجاوزین، خدایا با قدرت بی پایانت خودت نابود و ریشکن بگردان. دولت ما، ملت ما، جامعه ما را در محوریت قرآن و دستورات دین و اخلاق پیامبر و ائمه معصومین اصحاب رسول الله و هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. عزیزانی که با حضورشان در همه صحنه های بیداری و اقتدار و عظمت با حضورشان در نماز جمعه دین تو را یاری میکنم، عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.